قسمت ششم آتفه که متوجه بحث آنها شده بود و سکوت اختیار کرده بود پس از دور شدن آنها رو به هدیه کرد و گفت عزیزم خودتو ناراحت نکن قرار شد که تو فقط نظاره کنی اگه رفتارشون رو شایسته نمیدونی به اون عمل نکن اما فراموش نکن که تو هم اینجا مهمان هستی و باید رعایت حال دیگران رو بکنی فشار سنگینی بر سینه هدیه وارد می شد و نفس کشیدن را برایش دشوار می ساخت. نفس عمیقی کشید تا مگر راحت تر تنفس کند. اما برخلاف انتظار فهمید که اگر اندکی دیگر در آنجا توقف کند حتی قادر نخواهد بود که از ریختن عشقایش جلوگیری کند. لحظاتی بعد سر میز غذا قرار گرفتند. صحبت بر سر ارسی بود که مرحوم فهیمی برای خانوادهش بر جای گذاشته بود. یکی از وزرا رو به خانم فهیمی کرد و گفت شما مسئولیت خطیری در قبال حفظ و حراست اموال مرحوم فهیمی به عهده دارید. امیدوارم با کمک فرزندانتون ثروت شوهر مرحومتون رو چند برابر کنید. ادهی متملق با گفتن انشاءالله به خوردن ادامه دادند. خانم فهیمی نگاهی گذرا به برادرش انداخت و در مقابل سخنان آقای وزیر سکوت نمود وقتی مهمانان برای استراحت به اتاقهایی که برایشان در نظر گرفته شده بودند به راه افتادند خانم فهیمی به برادر اشاره کرد تا بنشیند فرانگیز همین که سالن غذاخوری را خالی از غیر دید گفت شنیدی برادر؟ هنوز خاک اون مرحوم خشک نشده از من میخوان فکری به حال ثروتش بکنم من چی کار میتونم بکنم؟ فرهاد از ابتدا با اداره کردن کارخونه مخالف بود کسانی در اطرافم هستن که نمیدونم کدومشون واقعا دل سوزن و کدومشون برای نفع خودشون کار میکنن شما باید با وکیلمون صحبت کنی من بعد از اتمام مراسم شب هفت جلسه ای توی خونم تشکیل میدم و از تمام مشاوران دعوت میکنم تا به اینجا بیان. شما باید در مورد شروع مجدد امور کارخونه و نحوه ادارش با اونها صحبت کنی. به علاوه موقعیت در دارایی میتونی به من و پسرانم کمک کنی. آریان نژاد گفت ولی خواهر عزیزم من فکر نمی کنم که بتونم برای شما کاری انجام بدم. تو خودت میگی که وکیل و مباشرانی داری که میتونن کمکت کنن. فرهادم در سنی نیست که بتونن اقفالش کنن. همونطور که میدونی من از فهیمی دل خوشی نداشتم و حالا هم نمیتونم در حفظ اموال دخالت کنم. لطفا مرا معذور کن. من حتی این دو روزم بر خلاف میل باطنیم اینجا موندم. اگر واقعا خواهش تو نبود هرگز پای تو این مکان نمیذاشتم. فردا بعد از مراسم مستقیما از مسجد به خونه میرم البته در خونه ما همیشه به روتون بازه هر وقت که اراده کردین میتونین به دیدنمون بیاین ما مقدمتون رو گرامی میداریم ولی از من نخواه که در امور مالی شوهر مرحوم دخالت کنم خانم فهیمی با دستمال حریر کوچکی اشک گوشه چشمش را پاک کرد و از ریختن اشک بر گونه‌اش جلوگیری کرد و گفت در این لحظات بحرانی شما هم من رو تنها میذاری؟ آریان نجات کنارش نشست و دستهای او را در دست گرفت و گفت خواهر عزیزم من تو رو تنها نمیذارم تو سالها با فهیمی زندگی کردی و هر دو کارخونه رو اداره کردین تو بهتر از هر کس دیگه میدونی که اون چجوری با ثروت خودش کار میکرد تو راه و رسم کارخونه داری رو از اون آموختی ممکنه با دخالت من ثروت شوهرت رو از دست بدی تو باید مثل گذشته محکم و پابرجا باشی و بر کارها نظارت کنی هنوز برای تصمیم گرفتن زوده اجازه بده وقتی فرزاد و فرزینم اومدن اون وقت بینشینین و تصمیم بگیرین شاید پسرات حاضر شدن تا در امور کارخونه داری کمکت کنن حالا بلند شو و استراحت کن راستی ساعت چند میرسند؟ فرنگیس از پشت میز بلند شد و در حالی که برادر زیر بازویش را گرفته بود گفت شیشه بعد از ظهر آرش گفت خب تا اون زمان میتونی استراحت کنی خودتو ناراحت نکن من میدونم که تو به خوبی از عهده همه کارها برمیایی آریا نژاد فرنگیس را تا اتاق خوابش بدرقه کرد و با افکاری آشفته به اتاق همسرش وارد شد عاطفه پرسید چرا رنگت پریده؟ آریا نژاد در عرض اتاق شروع به قدم زدن کرد و چند لحظه ای به مناظر باغ نگاه کرد و گفت فرنگیس میخواد که من به امور مالی شوهرش رسیدگی کنم عاطفه گفت خب تو چی گفتی؟ آریا نژاد گفت قبول نکردم چجوری میتونم بر انبال مردی نظارت کنم که میدونم از چه راهی این ثروت رو به دست آورده؟ خنده داره من باید با مشاورینش به گفتگو بنشینم و برای زیاد کردن ثروتش تبادل نظر کنم نه همونطور که به فرنگیس گفتم قادر نیستم دست به چنین کاری بزنم خود فرنگیس سه تا پسرش و همچنین وکیل و مباشر کارخونه هم هستن پس لزومی نداره که من دخالت کنم از این گذشته حاضر نیستم حیثیت خودم رو به بازی بگیرم میدونم که اقوامم به من خواهن گفت آرش چشم طمع به اموال خواهرش دوخته اون تا فهیمی زنده بود جرأت دخالت نداشت ولی حالا دیگه میدون براش باز شده و در همه کارها هم دخالت میکنه نه من تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم در کارشون دخالت کنم ببین آتفه اگر اصرار تو نبود من هرگز پا به این خونه نمیذاشتم عاطفه نمیدانست چگونه همسرش را آرام کند و افکار او را از پریشانی برهاند اگر او اصرار نکرده بود اکنون همسرش را چنین پریشان نمیدید پس برای آنکه حرفی زده باشد گفت هر تصمیمی که میدونی عاقلانه است بگیر و مطمئنا بهترین راه انتخاب می کنی و مسلم بدون من و هدیه اون رو تایید کنی. ولی عزیزم تو با این حالت منو دوچار عذاب وجدان میکنی آریا نژاد لحظه ای ایستاد و به صورت عاطفه نگاه کرد و بعد با لبخندی او را در آغوش گرفت و گفت منظرت میخوام من نباید تو رو متهم میکردم تو مقصر نیستی ولی از اینکه به من اعتماد داری متشکرم فکر میکنم تصمیمی که گرفتم عاقلانه بوده من در امور اونها دخالت نمیکنم حالا تو هم استراحت کن فردا دیگه همه چیز تموم میشه و ما به خونه خودمون میرسیم و آرامش داریم سپس از اتاق خارج شد میهمانها برای خوردن اسرانه گرد آمدند و اده نیز برای استقبال از دو پسر دیگر آقای فهیمی به طرف فرودگاه حرکت کرده بودند امه در حالتی بین خوشحالی و اندوه بود نگرانی از چهرهش به خوبی آشکار بود به طوری که وقتی هدیه چای به دستش داد دست امه آشکارا میلرزید هدیه را کنار خود نشاند و گفت کنارم بمون وقتی دو در کنارم هستی احساس آرامش میکنم هدیه گفت امه جان نگرانیتون بیهوده است با ورود فرزین و فرزاد دیگه جایی هیچ نگرانی باقی نمیمونه اونا مسلما در کنارتون خواهند ماند به شما قوت قلب میدن امه با نگاهی پرسشگر به اون نگاه کرد و گفت اینطوری فکر میکنی؟ هدیه گفت نه تنها فکر میکنم بلکه مطمئنم هستم امه چند بار به عنوان تشکر بر پشت دست برادرزادهش نواخت و نگاهی به ساعتش انداخت و گفت باید مسافرات تا الان رسیده باشن اما نمیدونم اینجا میمونن یا نه دیگه گفت چرا نباید بمونن؟ اینجا به اندازه کافی زیبا و بزرگ هست مسلما خوششون میاد مگه تا الان اینجا رو ندیدن؟ امه گفت چرا؟ ولی اونطوری که باید و شاید راستش تا الان تهرانم به خوبی ندیدن شوهرم اونها رو با وطن خودشون بیگانه کرد اگه اونا در اینجا احساس قربت کنن مقصر نیستن چطوری میتونن مکانی رو دوست داشته باشن در حالی که با اون بیگانن؟ عاطفه گفت اما این خاک دامنگیره هر کسی که واردش بشه به سختی از اون دل میکنه اونا به اینجا عادت میکنن هرچی باشه خون ایرانی تو رکاشونه امه بی مقدمه رو به عاطفه کرد و گفت عاطفه میدونی برادرم حاضر نیست منو در مشکلاتم یاری بده عاطفه که قافلگیر شده بود کمی مکس کرد و گفت برادرت مرد با درایت و باهوشیه مسلما کاری نمیکنه که به شما و خودش لطمه ای وارد بشه اگر از کمک به شما امتناع میورزه شاید به این دلیل که میدونه شما از هر متخصصی واردتر به امور هستین اگه غیر از این بود حتما کمکتون میکرد فرانگیز با تکان سر حرفش را تایید نمود و گفت اونم همین حرف رو به من زد من همیشه به فهیمی متکی بودم و بدون اون الان خودم رو تنها و با کوهی از مشکلات روبرو میبینم و چون باید خودم به تنهایی تصمیم بگیرم نمیدونم موفق میشم یا نه عاطفه صداقت کلام را در گفته های فرنگیز میدید و چون او هم زن بود احساس او را به خوبی درک میکرد با خود اندیشید فرانگیز اعتماد به نفسش را از دست داده و باید او را امیدوار سازم. به همین منظور گفت: شما همیشه موفق بوده و خواهید بود. فراموش نکنین پسرانتون از برای کمک به شما به ایران برگشتن. فرهاد بیشتر از دیگران پشتیبان شماست. به خودتون امیدوار باشین و میبینین که به خوبی از عهده مسئولیتی که به شما محول شده برخواهید اومد. با حرفهای عاطفه تا لحظاتی استراب و نگرانی از شهری فرنگیس رخت بربست. بلند شد و برای نظارت به کارها به راه افتاد. برای هدیه باور اینکه پدرش خود را نسبت به مشکلات خواهر بی تفاوت نشان میدهد قابل قبول نبود. به همین جهت با لحنی حاکی از ناباوری از مادر پرسید چرا پدر حاضر نیست به امه کمک کنه؟ عاطفه گفت نه اینطوری که تو فکر میکنی نیست پدرت نمیخواد در امور مالی فهیمی دخالتی داشته باشه من کارشو تایید میکنم توقع دارم تو هم کارمون رو تایید کنی چون اگر جز این باشه ممکنه با دخالت پدر وضع دگرگون بشه و چه بسا عمد ثروت خودش رو از دست بده عقیده پدرت رو محترم بشمار و با اون در این زمینه بحث نکن با ورود مسافرین مهمانان به گردشان حلقه زده و به گفتگو با آنها پرداختند برخورد دو برادر با خانواده آریان نژاد بسیار صمیمی و دوستان انجام گرفت در فرصتی که پیش آمد دو برادر مادرشان را در میان گرفتند و سه نفری به کتابخانه وارد شدند. فرها در میان مهمانان باقی ماند و با آنها به صحبت نشست. هدیه ورود دو دختر امو را دید ولی هرچه به اطراف نگاه کرد آنها را نیافت. خود را در آن جمع بیگانه احساس می کرد. مادرش با دو خانم سرگرم گفتگو بود ولی به خوبی پیدا بود که از مصاحبت با آنها لذت نمیبرد. هدیه خیلی آرام و بدون آنکه کسی را متوجه خود کند از جمع آنها خارج شد و به اتاقش پناه برد. از پشت پنجره به شب نگاه کرد. چگونه چادر سیاه خود را روی زمین کشیده بود. از قفسه کوچک کتابخانه کتابی را برگزید و به مطالعه آن مشغول شد ولی نمی توانست افکارش را روی حروف کتاب متمرکز کند به دو جوانی اندیشید که دقایقی پیش وارد شده بودند هر دو زیبا و متعهل با افکاری ناشناخته آیا این دو می توانند برای فرنگیز پشتوانه باشند؟ با شنیدن ضربه ای به در به خود آمد و بلند شد در را گشود. خانم راد وارد شد و گفت فرهاد خان سآل می کنن که آیا حالتون خوبه؟ هدیه با شگفتی جواب داد بله حالم بسیار خوبه از ایشون تشکر کنین وقتی مستخدمه مخصوص امه از اتاق خارج شد هدیه همچنان دچار ناباوری بود و در این اندیشه که چرا باید فرهاد حال او را جویا شود آیا انگیزه خاصی در این مورد وجود دارد یا اینکه صرفا از روی مهمان نوازی است مقابل آینه ایستاد خود را نگاه کرد با این امید که بتواند به علت این انگیزه پی ببرد از در خارج شد هوای سالن از دود انواع سیگار و پیپ آکنده بود و تنفس را مشکل می کرد. در کنار پدرش جایی یافت و نشست و وقتی چشمانش کاملا به دود عادت کرد توانست آن دو دختر زیبا را در لباسی به مراتب زیباتر ببیند که موهای خود را آرایش کرده و تور سرشان را به گونه ای انداخته بودند که حالت موهایشان به خوبی از زیر تور نمایان بود. آنها آنچه در توان داشتند برای جلب توجه مهمانان به کار می بردند و در این راه نیز موفق بودند.